بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس 13 تجوید قرار داریم. در این درس ما راجع به الف لام القمریه و الف لام الشمسیه ما یک اندازه شرح میکنیم و در درس های قبلی ما گفتیم که در درس 12 ما گفتیم که مثلا ما القمر نوشته میکنیم، الف لام القمر تلفظ میشه و وقتی که ما الشیطان نوشته میکنیم ما او را الشیطان میخوانیم، که ما او را یک اندازه معلومات دادیم که یکیش به نام لام القمریه میگن و دیگه لام الشمسیه میگن. لام القمریه او لامی است که نوشته میشه و تلفظ هم میشه و لام الشمسیه او لامی است که نوشته میشه و تلفظ نمیشه. خب حروفی که مربوط لام القمریه میشه ما دی بالا لیست کردیم. در بعضی کتابا ایره میگن حروف القمریه و در بعضی کتابا میگن الف لام القمریه. ما در اینجا تنها گفتم لام القمریه به خاطر از اینکه ما راجع به اونمون لامی گپ میزنیم که در سر اسم و سر صفت میه همراه الف در اول میه. الف لام باز اینی حروف میه که مطلب ما اینه زمین الف لام که پشت سرش اینمی حروف بیه اینه میره به نام حروف لام القمریه و یا حروف الف لام یا لام الشمسیه میگن. خب مثلا سعی کنید شما در حروفی که در بالاست الف با جیم ح خ عین غین ف قاف کاف میم ها واو و یا، ای 15 حروف یا 14 حروف ایره به نام حروف مربوط لام القمریه میگن. یعنی هر وقتی که الف لام آمد پشت سرش این حروف آمد او الف لام تلفظ میشه، مثل القمر، الحمد، العالمین، المغضوب، الجن، العقد، الفلق. اینیا میبینین که الف لامش تلفظ شد، اینی حروف کامد. در لام الشمسیه که حروف تا، ف، دال، ذل، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، زا، نون، لام، اینی حروف که است که 14 حروف است. ارگاه الف لام در یک حرف در یک اسم یا صفتی که میه الف لام در سرش باشه و بعد از اینی حروف مربوط لام الشمسیه نوشته شوه ما لام تلفظ نمی کنیم اما نوشته می کنیم. برای وضاحت مثال من ایره در جدول زیر برای شما نشان دادیم. سعی کنین در ردیف اول یا روی اول شما سعی کنین الشمس، الرحمن، الرحیم، الدین، الصراط، الضالین، الصمد، الناس. یارا ایتر نوشته کردیم. ای تلفظی که ما کردیم تلفظی است که اون ما حروف ما نوشته کردیم. اما وقتی که ما میخواهیم که ایره تلفظ کنیم ما لامشه تلفظ نمی کنیم. خب لامه که تلفظ نکردیم ما چی میکنیم در این واسه؟ حرف چی میکنیم؟ حرف در میتیم، حرف دور میکنیم، حرف چلیپا میکنیم، حرف به یک حرف دیگه تبدیل میکنیم، چی میکنیم؟ یک کار خو میکنیم به خاطر از اینکه حرف ما نمیتونیم که دور کنیم یا ای که نش نخوانیمش. ما چی میکنیم؟ حرف به حرف تبدیل میکنیم، لام به یک حرف دیگه تبدیل میکنیم. خب به کدام حرف تبدیل میکنیم؟ حرف از این 29 حرف دیگه از هر جا خو نمیتونیم که کش کنیم بگی اینی یعنی لامش ما تلفظ نمیکنیم این دیگه حرف درو میکنیم دیش نه. اونمو حرفی که
بعد از حرف لام آمده و نمطر یک حرف دوباره جا به جا داخلش میسازیم و لام چلیپا میکنیم. سعی کنین در الشمس نوشته میشه، وقتی که ما میگیم خیلی لامش ما نمیخوانیم، خود در عوضش ما یک دانه شین سکونه بعد از او داخل میکنیم بعد از لام، که در حقیقت میشه الف شین شین میم سین. یعنی لامشه ما تلفظ نمیکنیم، یعنی دو دانه شین پلو ده پلو میه. در الرحمن میگیم خیلی که در الرحمن ما لامش که تلفظ نمیکنیم، لامش که ما نمیخوایم تلفظ کنیم، در عوضش حرف بعدیش که حرف را است یک دانه رای سکون ده او اضافه میکنیم. در ردیف دوم یا در روی دوم شما سل کنید، ما همین چیز بیان کردیم که حروفی که بعد از لام آمده دبل شده یا دو دانه شده، اما امو سکونش اضافه شده. مثلا در آخر جدول شما سعی کنین الناس نوشته شده، ما میگیم که الف لامشه ما لامشه تلفظ نمی کنیم. خب تلفظ که نمی کنیم، ما چی می کنیم؟ در عوضش یک دانه نون ساکنه که حرف بعدی که بعد از لام آمده اضافه می کنیم، نون ساکنه اضافه کردیم. یعنی در حقیقت از نگاه نوشتهی آمد الف لام، می بینین که ما رنگش خیره کردیم، یعنی که ما دیگر نمی خوانیم. در عوضش یک نون ساکن آمد، یک نون متحرک آمد، الف آمد، سین آمد. خب ناله ای طریق نوشته که است، ای بسیار یعنی حروف زیاد می سازن. از این خاطر یا از علامگه که شده استفاده کردن و در عوض دو دانشین یک دانشین نوشته میکنن، در بالایش اونمو علامگه که میتن. و مثلا سعی کنین در اش شمس، الرحمن، الرحیم، الدین، الصراط. ما ایره بخاطر از این میخوانیم که باز در سوره فاتحه ایره ما خوبتر باید تلفظ کرده بتانیم. الصراط پایش باید صحیح تلفظ کنیم. الصراط الضالین، الصمد و الناس. خب ایره باز ما میاییم که چی رقم تلفظ میکنیم. اینی بود فرق بین لام القمریه و لام الشمسیه. مطلبی از این است که این لام که از افتوی است، در افتو مانده شده، این لام ماتابی است، در شو مانده شده، مطلب از این است. مطلبی از این سر خود حرف لام که در لغت القمر است و حرف لام در لغت الشمس است، که در القمر الف لام که نوشتم میکنیم تلفظم میشه، نوشتم میشه، و در الشمس که ما نوشتم میکنیم لامش تلفظ نمیشه اما نوشتم میشه. ما او را الشمس میخوانیم و حرف بعدی که بعد از لام آمده او مشدد میشه، یعنی در حقیقت دتا میشه که سکونیش ما کته الف میخوانیم. یک چیز دیگر هم که من در اینجا بگویم این است که الف لام در عربی اونمو ده یا دفنیت آرتیکل که ما در انگلیسی داریم، ده که در سر جمله استفاده میکنیم یا برای اسم استفاده میکنیم، اونمو الف لام اونمو دفنیت آرتیکل است که ما به یک چیزی که بسیار عام باشه و به با یک چیزی که او را ما میشناسیم و ما یک چیزی را که بیخی او را مطمئن هستیم که اینمی اونمو است، الف لام در عربی هم به مو استفاده میکنن. مثلا هیچ وقت قمر نمیگن، به خاطر از اینکه یک دانه ماتا به کلگی میشناسه ای را میگن القمر میگن، و هیچ وقت در عربی شمس نمیگن. و در عربی همیش به خاطر که افتاب کلگی میشناسه، افتاب کلگی میشناسه، به او خاطر در سر نامش الف لام میندازن ك
که در حقیقت اونمو the sun است. نه ما هیچ وقت در انگلیسی sun نمیگیم، میگیم که the sun. نه sun امرای آفتابه که ما نشته میکنیم، the sun نشته میکنیم. خویا می نمو رقم است. اونمی الف لام اونمو آرتیکل definite آرتیکل انگلیسی است. و یک چیزم یادتان باشه که یک فرمول عمومی است برای نوشتن الف لام، که الف لام اکثرا در بالای اسم و صفات نوشته میشه. کیره متوجه باشین که در هر چیز نوشته نمیشه، تنها در اسم و صفات نوشته میشه، در وام در سر جمله، در سر حروف میه. دیگه بازی را ما پسان میریم سرش در وقتی که میخواندیم در قرآن تلاوت میکردیم، با زیر بالاش بحث میکنیم. چرا ما اینقدر یکی از امی دوستا تو سوال کرده که چرا راستن بالای قرآن نمیریم و نمیخوانیم مثل دیگر آوره تجوید و شروع کنیم و قواعدش تطبیق کنیم؟ ما دلیل خود داریم و او کسایی که درس تجوید به طریقی که خودشان میخوان که راسن عملی کار کنن، او طریق خود داره. ما نمیخوایم که کسایی که این درسای ما را تعقیب میکنن مثل کسایی باشن که نماز میخوانن مطلب نماز را نمیفهمن. ما اگر شما متوجه باشین، ما یک چیز را بگویم بر شما که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیغمبری مبعوث گردید، تا 10 سال اول نماز بود، اما نماز 5 وقت فرض نشده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم همه گیره به توحید دعوت میکرد تا بیخ و بنیاد عقیده را در مسلمان ها قوی بسازن. بعد از او، بعد از سال 10 این امر 5 وقت نماز آمد که 5 وقت نماز در روز بخونیم. یعنی 10 سال پیشترش نماز 5 وقت نبود، بود 2 وقت دوطور امر نامده بود از جانب الله متعال. به او خاطر آل امروز مشکل مسلمان ها دایی است که پیش از ای که توحید و عقیده را یاد بگیرن، راست کمی مسلمان شدن، از پدر و مادر خود کمی سیل کردن، راست نماز میخوانن. مادر و پدرش بر از او عقیده را درس ندادن و فقط مانده که سیل کنه، کمی سنش به سن بلوغ رسید و چوب بگیره بزنه دکلش که بگی درس بخوان. باید مادر و پدر از سن 2 سالگی یا 3 سالگی اولاد خود تربیه بده تا سن 7 سالگی را برای ازی یا الی 10 سالگی که ای درست عقیده را، عقیده توحید یاد بگیره. و بعد ازی که به سن 10 یا بالاتر بلوغ میرسه، ای وقتی که نماز میخونه هدف نماز بفهمه که هدف نماز خواندن ما چی است. ما همین درس های تجوید خود به می رقم پیش میبریم که ما اول ما می خواهیم که متاداب خود پخته کنیم. مثلا در نمی درس 13 ما آری رو بر شما شرح کردم و وقتی که ما در سوره اخلاص میریم، اونجا که است که الله الصمد نوشته است، ما نباید ای را الله الصمد بخوانیم، الف لامش نخوانیم، الف لام بخوانیم که اوتر نشه. از همین خاطر ما اینجا شرح میکنیم که ایلام الشمسی است، که باز در اونجا کسی فکرش ایتر چی نشه، فکرش دیگه است نره که چرا لامش نمیخوانی، چرا لامش میخوانی. این اینجا ما شرح کردیم تادابه و اما کلیدش اینجا گفتیم که اینجا متوجه باشیم که اینی لام الشمسی است و اونو لام القمری است که چرا تلفظ میکنیم و چرا تلفظ نمیکنیم. دیگه امید است که